آقا سلام علیکم. سلام علیکم ستون، خیلی مخلصین. شب همگی بخیر باشه. یه لحظه دست به گیرنده هاتون نزنید، من شبیه نوح نبی شدم، نورانی، نور سفر رو یادمون رفت. اوکی بچه ها، خستگی خیلی زیاده. سجاد جان یه دونه هم کلیدا رو میزنیم اون بگیر. آها احسن، اوکی هیچی دیگه، هیچی دست نزن. خیلی سجاد خیلی مخلصیم سلطین، شبتون بخیر باشه. آخرین مچ فینال لیگ رو بچه ها دو شب، بچه ها ما تا یه رو قبل از لایف خوابیم از خستگی بیش از حد، از صبح تا شب داریم پست رکورد میکنیم، بعدش ادیت و کارهای داستان و اینا. ایشالله که پست جدیدی هم که فردا میذاریم هم پشماتون بریزه هم لذت ببرید. خیلی مخلصیم. در اینجا یوسف جان، فرهاد کرد عزیز، حسین عطایی، آقا مهدی، محمد نساج عزیزم، محمد ایز بگ، ما سیب امینی، چطوری ستونم، خوش اومدی. آقا امشب سه مچ پشت سر هم دیگه استارت میشه سلطین. سه مچش اوتوریوای و برای بالانس شدن روم، چون دو سه تا تیم انصراف دادن. یک مچ حاج محمد دبلی کی اف گزارش میکنه، یک مچ آقا مرتضی مورتینیتور و مچ آخرم خودم خدمتتون هستم. امیدوارم شب آخر جذاب ترین کاستومی باشه که هم خودم و هم شما تا حالا دیدید. خیلی سریع میریم روی صفحه استریم. بچه های ادمینم سلام میکنم. بچه چطورین؟ آقا هوری خیلی مخلصین. بچه اوکی هم تیما بریم برای استارت. 24 رو کیک بریم. دو نفر نشستن. بچه های 4K اضاف مثلا 4K رو بذار کلن و هم بدیم. یاد آدم نمیشن مثل این که هر شب دارم رو با هم میزن. کیون ناقص نشسته، جا به جا میکنه الان. بچه او 10:06 شد حاجی، 10:06 شد. بچه رضا بچه های تیم یکمون هم ناقص هم اسرافیل نرسیده. جا میگم اسرافیل نرسیده، تیم یکم ناقصش. دکو هستش، دکو هستش، از رزرویشون هست نشسته. آقا بریم برای استارت. بریم آقا، فعلا شبت بخیر. قربون دمین و سه، شبت بخیر. قربون شبت بخیر. اوکی جون، اوکی جون، یاد باز اوتو ریوایو هم هست. وای وای این فورکی ها چقدر سمن، این فورکی ها چقدر سمن عجیب. را با تو ریزالت لیگ آرز امشب سه مچه داشت. بله بله سه مچه امشب. این لیلت هم یکی اضافه اومده بود اصلات شیش، دو تا اسکون اسکون دوشون آقا سمد آرز تا شب چهارون اون نتیجه. باجه من واقعا درک نمی کنم این بچه یه فورکه یک شوف کنم نیست ساتون می کنم اینقدر کلنشون بی در و پیگره که هر مچ باید یه نفر، دو نفر، سه نفر اضافه از کلنشون بیاد بشینه. آقا بریم برای استارت. نو پرابلم، بریم برای استارت. بچه های اسکودیه که سی آی سی هم امشب یه دونشون نیست، کجاست خدا میدونه. خیر ایشالله دیگه. حاجی محمد فرمون رو بدیم دست شما، من برم بچه فعلا از حضورتون مرخص میشم. آقا خدا نگهدارت. خدا نگهدار آقا رضا. اوه آقا مرداد چطوری بارسازون؟ خوبی هستم؟ سلام خوبی؟ مخلصم آقا فردای شما. شرمنده نهیدم دعوه دشمن شرمنده. به 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 آقا سلام علیکم. سلام علیکم، شب شب آخر و جم جم آخر نماشه. سلام علیکم بچه های چت، بچه که تو دیسکورد. سلام علیکم، سلام علیکم، احوال شما آقا؟ خیلی مخلصیم. سلام علیکم، سلام علیکم، به 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 به، درود بر شما مهرداد جان، پارسا، پری خانم، متشکرم. آقا سلام علیکم بچه چت، احوال شما؟ خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. یا الله آقا امیر استار چاکرم، سلام علیکم مستر دنی، آقا محمد نساج عزیز، خیلی مخلصیم. آقا پرهام گل چاکرم، دنبال یه چت بزرگم. حسین جان مثل بیت باکس یکی صبح، آقا سجاد حسینی عزیز چاکریم. آقا شب آخره و شادی برقرار. سلام مستر رسول، خیلی مخلصم، واقعا بی نظیر بود. پی اف بی سی سی آی سی آرایت سولو، یعنی پنج تا تیم اول دبینوتی شیشومی لیل، بچه ها عادی کار کردن. بریم ببینیم که امشب چه خواهند کرد. سلام شازه عزیز شاینی، سلامت باشه عزیز علی آقا رجبی کنچازه، خیلی مخلصم. آقا کیارش
چاکر آقا حسینی. آقا خیلی مختصیم، لطف به من الا ماشاءالله زیاد دارید. بریم سر وقت گیم یه گزارشگری توپ داشته باشیم با هم دیگه، ببینیم که چه خواهد شد. آقا یه بررسی به لاین بکنیم، لاین لاین خوبیه و بچه‌ها تو اون لاین میتونن تقریبا خوب پخش بشن. معمولا لاینایی که مثلا لاین وسط تور میده میتونن خوب سلاتی پخش بشن و جای خودش رو تثبیت بکنن. معمولا تو این لاینا فایت اول کار ما کم میگیریم، ولی الان ما اینجا فکر میکنم بتونیم یه دو تا سه تا فایت بگیریم. بچهای پی اف رو داریم، مدعی قهرمانی کار رو دارن پی اف ها و آروجی ها، هر دو یک جا لند زدن. بریم بچهای سی رو همین الان دی ام جی ها رو من یه سر بهشون بزنم. با بچهای کی او یه جا رفتن، با بچهای کی او بچهای سی آی سی اونور پی اف ها رو من حواس من باشه ببینم هنوز هم فاصله دارن. فایتشون رو در جریان داشته باشی، فایتشون رو بگیریم. یه لحظه تصویر از آقا رضایی را کاسوب خواهش مندیم که سریع. آخ 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 حاجی آیپد کرش داره؟ پشمام پشمام. آقا حمید رضا چطوری؟ سالار خوش آمدی، خیلی خوش آمدی حاجی. من فیلم میکرم و بچه های پی سی زخم بشه بچه آیپد. خیلی اوزا خیده سلطان، خیلی اوزا. آقا لایک کارو بکنید، لایک پای قد. یه رفت و آمد رفتیم و برگشتیم و به ناگاه دیدیم زوار بی اسکواد وایب شد. خب آقا پی اف ها و آروجی ظاهرن بچه ها نسبت به آروجی نتونستن کار در بیارن، ادوانتیج بالا به پایین خیلی خیلی متفاوته. بچه ها آروجی ها بالا رو داشتن و بچه های پی اف پایین. این وسط پدرامو میبینیم، بابا خیلی سوسکی تکبر رو پیچون باشادا پدرام. تجربه اینو تجربه از سوسا. یه بررسی میدانی و اجمالی بزنیم ببینیم که چجوریه. بچه های ای رو ما این پایین داریم، ببینیم که بچه های ایجی چی کار میکنن. بچه های چی ایجی دیشب یه ایموشنال دمیج به من زدن، کار داره مثل اینکه بازی در میاره. سلاتین امشب شب آخره و خود آیپد هم دلش گرفته، میگه این کاستوم نباید تموم بشه، من میخوام کرش کنم بیافتم بیرون. داداش با من دوست باش، منو دوست داشته باش، منم ناراحتم داره تموم میشه، منم دلم گرفته، ولی خب بذار بازی نگاه کنیم. خیلی ممنون میشم. میدونم تو هم دوست داری که تموم بشه. میگه نه من نمیخوام یه اتفاق بیفته. آقا خیلی مختصیم حاجزه لگو باگر چیچی بکنم چاکریم. هنوز نگران نباشید آقا، ما کار رو جازشت بکنیم. آقا یا وبکم ببندم؟ نه وبکم باز تو کار رو. آره بذار من الان. خب بذار وبکم پس ببندم. کو وبکم؟ نه وبکم باز بشه. آقا وبکم باز بشه. خیلی خب آقا سلطین یه ذره گپ بزنیم با هم. خیلی مختصیم. ما کجا چت بکنم؟ بالا چتم. چاکریم نشاد گویندگی کنیم، انشاءالله گویندگی هم میکنیم. چش در حال رفع باگ و لگی میگم شب شب آخری است که این لیگ ادامه داره، الان داره باگاش برطرف میشه دیگه. خود آیپد هم بچه دلش گرفت میگه استاد تموم نشه، کاش که تموم نمیشد، ایشه بای خوبی بود. اصلا نگران نباشی. ببین خوب وقتی کار خراب شد جزا. خوب وقتی کار خراب شد. چرا خوب وقتی کار خراب شد؟ چون که اول زوم بود. همیشه من اصلا گفتم توی فایت ها توی فایت ها عرضم به خدمت شما که البته فایت ها زمانی شروع میشن که روم دیگه میره تو فاز درابگان، درابگان رو بیان فایت های اصلی رو اونجا میبینیم. یه نکته دیگه هم هست، اصلا نگران فایت نباشید. اوتوری وایو هر کی ناکی بده و داستان پاستان بشه سطح کلان ها اینقدر بالاست نمیذارم وایب بشم، میپیچم به بازی. به جز یه اسکوادی که دیشب واقعا قلب من شیکون ازش تعریف کردم، گفتم ناموسد عجب کوادیه، دیدم زارب یک راشی داد که راش تو رنکم، این راش تو رنکم بنه. ما تو رنکم اینجوری راش نمیدیم، راش داد باید شد. اگه بازم کرش کرد بگو که بیام دیگه.
حل بروسلی آخر. آره خب به جای خوبی رسیدیم. بچه‌های چی داشتن ای جی ها؟ آره بچه‌های ای جی با بچه‌های لیل کنار هم دیگه میبین خیلی سخت بچه‌ها تنبه تعلیم میدن. مدکیت میتونی یه چیز خوشگل به ما بدی کار ببینیم ببینیم چه جوریه مدکیت؟ خب من دعاشو گلمون مستر ریک هاشتا شهید شد. خوب شد اشتباه دستم خورد به یکی دیگه. صحنه غم انگیز از مستر ریک ندیدم. واو برکلا مدکیت اول آجی مدسنو داشت شاید که دارمت برو برکلا شکر میکنم. اول اومد یه شات مبلایی به اون بده و باریکلا بچه ای جی رو تموم کردن بچه ای لیل. خب این وسط پی افار میبینیم بچه ها برقرار شدن اوکی هن. یه آمار بگیریم ببینیم فایل کجا میتونیم گیر بیاریم و کجا میتونیم کار هندل کنیم. همگی خیلی مختصیم نورانی تر شفافتر واضحتر خوبه رو خوب گذیر باگا اتفاق افتاد کار جی جی شد هندل کردیم با هم دیگه. خب بریم ببینیم آمار بگیریم چجوری. الان فعلا فایل نداریم بچه ها دارن خودشون در میارن. من از روی بچه های پی اف جا به جا بشم چون میدونم بچه ها بچه ها ببرد این مشکلات هم داره. من اودمو بردارم برم اودو برداشت رفت کار بدون اود جلو نمیره بچه ها میدونید بوی خوشم میشه باید باشه شده که خیره. خب یه بررسی میدانی و اجبالی بزنیم ببینیم بلک مارکت بچه های دی اونجا هستن. بچه های WNT رو ما اونجا داریم. خب ظاهرا بچه های WNT از اونجا گذران هستن. وینی سر بلوبرد یا بلوبرد یا بلوبرد. خب دراپ های گانو اینجا داریم که بچه ها خواهد دراپ ها بزن پی اف ها هم دمه دستشون دارن ببینم. وای 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 پی اف ها بچه های باس نه بچه های آروجی هن. آخ 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 اینجا بر دوبار بچه ها پی اف اومدن باری کلا انتقام اول بازی ها بچه آروجی بگیرن. آروجی ها رو یه بررسی کنید تکبر تکبر تمام آروجی وای چه کره تو کره ای شد. بچه WNT از پی اف ها میندازن فورکی هران بالا سر خودشون دارن میره برای دراپگان. نبی اصل بازی رو دراپگان میچرخه سلطان. هل بوی جای خودش عوض میکنه باره کلا هل بوی 111 خودشو داره 111 خودم رو دارم غم ندارم هل بوی. این وسط پی اف رو ببینیم باره کلا بهنود به موقع پیچید به بازی گفتم یه وقت پی اف جی جی شد. هل بوی جای خوب با فورکی اف پاشه سنگی یه داداش تو بالا سرت انیمیه چرا اینجوری راش میدی آخه دورت بگردم من این مشتلال دمش کردم فورکی ظاهرا نفر آخرشه فکر کنم دوشون ناک باشه. نه 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 هنوز یه نفر دا بعد تمام شد بازی سوگوس هم فکر کنم فورکی یکیشون ریوال شد شک دارم وایپ شده باشه. سیاسی اینجا ظاهرا یه اتفاقاتی داره میفته سیاسی و دی ام جی استرس هانتر از بالا آتیش رو بچه های دی ام جی ببینیم دی ام جی ها چه استراتژی دارن میزن. دی ام جی کیلر یک لحظه میاد بالا باره کلا کیلر یک که بچه سی سی رو انداخت ناکی رو بچه دی ام جی گرفتن. به نظر من یک مقدار تو این صد جدا شدن ذره خطرناک میتونه باشه. سی آی سی ها در حال بک دادن پلن خودش رو تا به عقب نشینی تغییر میدن. کلکم از بچه آرت من میبینم یه سر به بچه آرت بزنیم ببینیم استمکی داره چه میکنه. اسمکی روبروش ای بی زد رو داره. او یک سایپ بسیار خوب برکلا رابط آقا امید رزا مرسی بچه آمری یه لحظه گفتم یا عباس بوهزاری صدا کلکه به طرف ملایی گیر شد چرا صدا تب داد طرف وقتی مرد آقا امید رضایی گل مرسی قربونه دارم 500 هزار تومن دونیتت صادر دم شما گر خیلی مختصیب داشت. مسجد جای دور دور نیست داشت اینجا یه تیر ویل میدونم سن بگی چهارمین کیلو میگیرم سه مرد جنگی میگیرم رو پارت میکنم مرد مومن. آره مرسی بازم آقا امید رضایی گل مرسی برای
500,000 تومن دونیت و انرژی خفن و بی‌نظیرت. خیلی مخلصیم مرد، متشکرم، دم شما گرم. خب یه بررسی کنیم بچه WNT دارم مینوازن. WNT میخواد جبران بکنه مولایی، همین که اوتوری وایو نیست خیلی کار بچه‌ها رو بعضن راحت تر کرده و بچه ها میتونن پرکیل هم بازی بکنن دیگه. اگر اسکوهادی هم بعضن پوینت بالا داشته باشه شما نمیتونی بپری وایپش کنی، طرف میتونه بپیچه بازی و بچه هاش برگردن و کارو در بیارن. بلوبرد اینجا میبینیم داره میره جلو. آخ آخ وینی یه هد به امیر حسین میده. کد ریل بیارم سیاه خوب، سنایپری نیست که بتونی راحت بش هد بدی. بچه های WNT سنگین دارن نید میکنن بچه های CIC رو. از دیده بچه های CIC سر بزنیم میدونی چجوریه. دو نفر بچه های WNT روبروی امروسی سمت چپ و یک نفر سمت راست. سویج پلیر بسیار بسیار با فکر و تجربه دار، تجربه خیلی مهمه تو این فایت ها، استراتژی و فین فایت رو تجربه اوکی میکنه. دی ام جی ها وارد میدان شدن. الان به نظرم سی آی سی ها باید جای خودشون رو عوض کنن چون دقیقا میشن کواد وسط و تمام میشن. خب الان یک مثلث تقریبا تشکیل دادن، این بحثش دیگه فرق خواهد کرد. این برای بچه های بی اف رو داریم. وای حاجی اوضاع خوبی سی آی سی نخواهد داشت با این وضعیت اگر خودش رو در نیاره. سی آی سی اینجا ممکنه آخ آخ علیوفشون افتاد. دو نفر بچه سیاسی وضعیت اصلا خوبی ندارن. خوبیش یه که هیلر دارن، هیلر داشتنه میتونه کار در بیاره. بریم بشه بچه یه وو 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 چه کووری داد وو ویلو ووی بر من. امیر حسین یه لحظه کارو چاقید و عملا میتونم بگم که وای 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 سیاسی ها برگشتن وگرنه وایپ بودن، دو تاشون مونده بودن. پشما بره میشه بچه های پی اف ببینیم چجوری شد. یه لحظه اومد ولی کیلو بگیرا پدرام ریوایوی بوده و ایکس پی آر دستشه. کارو من یه بررسی بکنم همه چی امن امان. لگ مک و خدا رو صد هزار مرتبه شکر. گایز خیلی خوش اومدید بچه ها. همین هی نوبید بچه ها که دارن جمع میشن لایک کارو بزنید که انرژی باشه برای ما استریمر و سلاتی. برم بچه های سوله بینیم بچه های سوله چه خبر شده فایت رو. بچه های لین باش از جدیه و تمام میکنم بچه های لین رو. خوب موقعی اومدیم. حالا دوتا بچه های آرید باره سر بچه های سولو بریم بات رو بگیریم. گرفتن روی جی دی ام. جی دی ام یه لحظه آخ 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 شکار شد. وایکینگ داره میره تو دل دوتا بچه های آرت. وایکینگ رو هم شکار تو این سطح به نظر من نباید آجی تکیراش داد. تو این سطح ذره تکیراش دادن ریسک بالایی رو داره. خب ای بی زد به نظر من تونه سولو رو نجات بده. جلو رای بچه های آرت بود. آها راش دهندم برای بات و بات پیچید به بازی فایت هم نمیده. باس رو بگیریم ببینم باس کجا برای فایت میده. بچه های باس داشتیمون که تو آبه و مثل محمد مثل بنز رفته تو دل کار. بنده خدا رو که پاره میکنه دادا شده یه کیو کیونا اینه بسا خیلی جدی نه یه کارو. بره بچه های پی اف رو سر بزنی. پی اف ها نبرد همچنان با بچه های WNT دارن. دوتاشون پیچیدن به بازی. دوتا بچه ها پیچیدن به بازی. واویلا 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 ونی دوباره شکار سنایپر میشه. بچه های سی آی سی واقعا بد سنایپ میزنن حاجی، واقعا بد سنایپ میزنن. دوباره WNT یه هد به بچه سنایپر دادن، یه ناکی به سنایپر دادن. بچه ها WNT از این براتیش آخ کلبو ترش بنده خدا. وای وای حاجی بدشانسی WNT رو. وا ویلا وا ویلا وا ویلتا. بریم پی اف اوزاش دارن به وال نیست. این بار باری کلا لیوای باری کلا دو تا بچه هاشون افتادن ولی خب پدرا مرد آخر بازی هست میتونه کارو جمع و جور بکنه. از این بار علیرضا سعی میکنه یه پوینتی گیر بیاره. یکی از ایجیا کارو بچاقه. وای از سمت دیگه در حال فرار علیرضا همچنان در حال اذیت بچه های ای جی. یه پیچه سرعتی
آخ سعی میکنن شکارش کنن. باریکلا کار در ورد. روبروش دو تا بچه تیزدن میخواد هر جور شده یه پوینت از بچه های ایجی بگیره. سلاتین کارو نگه داشته، هولدین کرده سمت چپشم، بچه های تیزه سمت چپ و ایجی ها سمت راستشن. دید فایده نداره، اینا دارن زودتر میاد تو سر صورتش. اوه بک رو بغل کرد، داره میره تو صورت یکی بچه های باس. دو تا بچه ها واسه چه کار کرد؟ باریکلا علی رضا. بریم اجازه وضعیت بچه دبلیو ان تی چطوریه. دبلیو ان تی هم تقریبا شلوغا. یه آمار بگیریم ببینیم که سمت راستشون بچه های سی آی سی و جلوشون ها فعلا خبری نیست. بریم ببینیم که آرهیتا دارن چه میکنن. بچه آرهیت جاگیری خوب، فایت با سی آی سی ها رو ما بررسی کنیم ببینیم اوضاع سی آی سی ها چطوری هن. هانتر سعی میکنه از بچه های 4K یه ناکی بگیر. هانتر تلاشش بی ثمره. خب فقط چیز گرفتن دیگه، جا گرفتن، یه جای ریزی برای خودشون گرفتن. ای بی زد رو چک بکنیم ببینیم اوضاع ای بی زد چطوریه. سی آی سی دوتا 4K نفر، یکی هم افتاد، فقط ایکس ری حسینشون مونده. دوتا بچه های سولو رو بروی حسین میره یه دونه ناکی. باریکلا سولو کار در آورد، 4K رو دادن لابی دیگه بچه ها. خب پی اف هم اینجور که میبینیم کاملا بالا سر بچه های سولو. بچه های پی اف سولو ها ریوایوی سعی میکنن خودشون رو بسازن. علیرضا بالا سر جی دی ام بهنود در سمت دیگه، سولو بات رو یک لحظه میبره زیر فشار. پی اف از سمت دیگه یه لحظه، علیرضا یه ناکی میگیره و چنشین رو شکار میکنه. باریکلا تجربه خوب. بهنود از بک، بهنود گیر کرده، سعی میکنن ناکی رو نذارن بلند کنه. با آتیش سنگینه بچه های پی اف رو سولو نفر دیگه نفر آخرشون بات مونده. بات میخواد یه ناکی بگیره و لیوای رو شکار میکنه. لیوای و بهنود شکار شدن، علیرضا و پدرام موندن. بات چون دیفندر بیشتر میتونه تو زو بمونه و ده پی اف رو تمام کردن. وا ویلتا پی اف رو تمام کردن. بات زوم کش میشه ولی پوینتش رو در واپسی لحظات میگیره. بچه های آرهت سمت دیگه با ایدیزه تو فایت، دبلیو ان تی ها سعی میکنن کره فایت رو بگیرن. جای خوبی دارن اگر بچه های لیر که پشت سرشونن کره نکنن. بچه های آرهت یه دونه نید جی جی هم قشنگه، یه دو تا یه دونه نید کره بیفته تمامه دیگه، نید دو کارشون رو به اتمام میرسه. بچه های ای جی هم دارن آتیش رو بچه های آرهت میریزن. دبلیو ان تی ها رو یه بررسی کنیم. دبلیو ان تی ها بک دادن که بچه های لیر که پشت سرشون گرا گرفتن رو بندازن. بود 4 kill 17 تا کیل بازی کردن. دبلیو ان تی به نظرم موقعیت خوبی داره اگه بتونه این روبرو لیل رو بندازه و تلفات نده. البته لیل تا دقایق دیگه با بچه های ای جی فکر میکنم میره تو فایت. دقیقا همچین اتفاقی افتاد. ای بی زده تک و تنها و موسی کارو در آورد. باریکلا. و آبا از اون ور ببین گفتم بهتون دبلیو ان تی لیل رو تمام کرد ولی یه دونه بعضا فینیش هم داد و سه نفره دارن کارو دبلیو ان تی ها میبرن جلو. خب ایجیا الان قیچی میشن، ایجیا شانسی ندارن. معمولا تیمی که قیچی میشه میتونم بگم که جی جی میشه و الان ما این رو تو بچه ایجی داریم میبینیم. بندگان خدا قشنگ بین کواد آرهیت و کواد دبلیو ان تی قیچی شدن. وای یه ناکی گرفتن از بچه، دو تا ناکی دادن آرهیتا. اونو برد از سمت دیگه آتیش رو بچه های آرهیت شکار. بینی افتاده، هل بوی فقط مونده و باریکلا. نایس دبلیو ان تی باریکلا. آره بچه های سولا عملیات بچه های بی اف شدن و هر دوتا سولا اینجوری شمشیر رو کرد در وجود خودش، خورد به پی اف که بکش بود. حتی راه دیگه هم نداشت. جی جی بچه های دبلیو ان تی عالی بازی کردن و تونستن در واپسی لحظات کار خودشون رو انجام بدن.
ایجیا آخر کار یک لحظه یک آن قشنگ تو یک ثانیه یک آبلیتی شده برای بچه آرید و دو تا از آرید ها رو شکار کردن. آرید زورش نسبت به دبلیانتی کمتر شد. باری کلا بچه های دبلیانتی ببینیم که چه کردن، پرکیل و پردمه چند بازی کردن. جی جی بهشون یه بررسی میدانی و اجمالی بزنیم. 22 تا کیل زدن باری کلا و آرید ها 16 کیل و ایجیا 13 کیل. 10 کیل هم که تیم لیلو دیگه بچه‌ها الا ماشاءالله به پایین عالی بازی کردن، لذت بردیم. آقا من یه نکته بگم خدمتتون، سلاتین لایک کار بچه‌ها انرژی فوق‌العاده برام و ساجست میکنه لایو رو. آقا رضا زحمت کشیده برای این کاستوم ها و واقعا به نظر من خیلی مهمه که توی کامیونیتی دیده بشه این کاستوم ها، هم بچه‌ای که دارن پلی میدن هم کاستوم های آقا رضا. پس بچه لایک کار رو بکوبید. لایک کارمون علامت این شکلیه، رفقایی که با موبایلن بالا سمت راست یه زبدر روی چتتون هست بزنید این لایک، لایک کار رو بکوبید، یه انرژی مضاعفیه برای ما استریمرا. آقا خیلی مخلصیم. از طرف بنده حالا تا یک جا به جایی بشه من یه جا به جا میکنم. آقا مرتضی مورتینیتور رو ما اینجا داریم، آقا رضا قبلش میاد صحبتی بکنه. از طرف من دوستتون دارم یه دنیا، مجددن میام پیشتون. خیلی مخلصی فعلا یا علی، بدرود. از طرف من خدافظ. خب کدومه اینه؟ خب آقا خدمت شد سلطین، مجددن درود، خیلی مخلصیم، خوش اومدید. من خیلی نمیگونم روی لایف، تیما رو سریع یه چک بدم و آماده بشیم برای استارت مچ بعدی. تیما فکر میکنم اوکی باشن. جان جان سلامت. من نورانی هم جان هم بیا تو تو هلو مخلصیم. میگم دبلیانتی چه عجب از موتور اومدن پایین. بیا اینجا، بیا اینجا آقا. این یه دونه از این دبلیانتی ها چشتون دراد بیشتر بود نفری یه دونه بیشور با مخاطب مخاطب مردمی برید هیتش کنید، دیسلایک بگیرید. آقا سلاتین بریم برای استارت مچ دوم. با هم برای معروف شدن باید دیسلایک بگیریم. آقا من یه چیز سریع بگم، خدا بزر به مردی داری یعنی پیشنهاد شد. اگر لایک بکنید لایو آجزا پیشنهاد میشه به کل کامیونیتی خود موبت. پس دمتون گرم. خیلی آقا مرتضی بیا رو کار. البته بیا رو کار که جمله قشنگی نیست ولی خب حتی احسان قرارم جلوی گزارشگرا باشه ولی احسان متاسفانه احسان بری جلوتر. احسان الان رو تخته. چشم کارو بزن. چشم کارم بزنیم و یو بک یو اول فاز. من چقدر نورانی ام رضا اینجا. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. یو به کله چت و تمام بچه هایی که روی لایو ما هستن، دمتون گرم. مرسی که حمایت میکنین و مرسی که توامونو دارین. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم بچه ها. خوبین؟ سلام و برای بچه تیم پشتیبانی، دمتون گرم. از اون بالا آقا آراز، فری خانم، آقا پارسا، مهرداد عزیز، دم همگیتون گرم و واقعا مرسی از تیم پشتیبانی که پا به پای مرسی آقا کسرا. مرسی 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 قربونت برم. مرسی دم شما گرم، مرسی از تک تکتون و مرسی از آقا رضای گل که خودش و تیمش واقعا یک تنه این برنامه ها رو ترتیب میدن تا کامیونیتی کلافو پرچمشو تو کل کامیونیتی دیگه بالا نگه دارم. واقعا دم تک تک بچه‌ها گرم. لتس گو بره بریم ببینیم که لان چجوریه. آقا من دیروز پیروز هم داشتم به رضا میگفتم، گفتم انگاری یه دونه گونیا نقاله گذاشتن رو لاین، نه هندونه قاچ خورده لاین. لاین واقعا پرفکته و این لاین خیلی خوب پلت هم داریم، کمک میکنه که بچه‌ها خیلی خوب تقسیم بشن شاید و باعث بشه که فایت اول کارو نداشته باشیم. بریم ببینیم که بچه ها چیلی تقسیم میشن، کسی دور نیست میره یا نه. هیت هم اول کاری هلی داره. دوتا لوکیشن اول کار رو ببینیم با هم دیگه. خب بچه ها دارن تقسیم میشن توی دور میت.
همین اول کاری فکر میکنم که بله دی ام جی این وسط بچه سی سی و بچه بی سی فکر میکنم سی آی سی ها استرس بریم ببینیم چی کار میکنه تا الان یه دونه داش کردم بچه سی آی سی لویجی درگیرم با دی ام جی ها بله استرس دومی رو هم داره کرگیری میکنه ببینید چه بالونگی داره میزنه آتیش بیه لویجی سومی خودش هم دشت میکنه یا نه این استرس بله سومی رو هم دشت کرد خیلی باید حواسش باشه بی سی این اول کاری دی ام جی ها داستانشون داره غم میشه اگه ندن دو همین اول کاری داشتن میرفتن لابی با اینکه اوتو ریوایو هم هست همین کارم میکنه بعضا باید بده سه دو هم کمه وضعیت بی سی هم چندان اوکی نیست این وسط خود استرس یه دشته خیلی خوب کرد بریم ببینیم که بقیه بچه ها در چه حال هم فعلا یه سرم به تیم اس بزنیم اینجا توی نیو ویژن داستان ماستان دارن زارن بچه 4K نزدیکشون بچه های کی او رو دارن فعلا به تیپ و تاپ هم دیگه نزدن دارن لوت سلگولی رو میزنن فعلا فایت ندادن با هم دیگه هر دوتا تیم حواسشون هست اون وسط تو دورمیتوری بچه ها یه نمه درگیر هستن انگاری با هم دیگه بریم ببینیم چه ایکس ری خیلی هم با پوزیشن بازی میکنه همیشه خب نزدیک هم دیگه بک تو بک ببینیم پوزیشنشون بهتره نسبت به بچه های کی او تو های گرندن کی او آمار داره یا نه خب ظاهرم گیزیده لئو گیزیده که داستان عبالاست یاکوزا رفت یه دوری بگیره بوته رو میزنه تو سه نفر اومدن روش ایکس ری حسین بله دو تا ناکی رو گرفتن این وسط ایکس ری حسین تو فایت خوب لئو رو شکار کرد فعلا سه تا از بچه های کی او موندن و ببینیم که چی کار میکنن خب ظاهرن که پلن اینه که بدن دو زیپلاین بالا پایین میکنه یکی اگه اون بالا باشه داستان غم میشه تنها کسی که از کی اومونده ببینیم میرن لابی یا چی به یه تارمو بنده کی او سه تاشون رفته ببینیم میتونه نگه داره یا چی یه نفرمون پایین رو زیپلاین ایکس ری حسین تو پوزیشن میره تو بغل ایکس ری و تموم کار کیو همینجا تمومه بریم یه سری به بقیه بچه ها و تیما بزنیم تیم وی رو داشته باشیم که نزدیکه خب نزدیکشون بچه سولو رو دارن بات و وایکینگ رو دابل کیل خب بچه ها دارن رو زیپلان بالا پایین میکنن کیلر جی دی ام کتو داره نمیرن بالا بچه سولو زارن میخوان از پایین زیپلاین کارو در بیارن خب کیلر اومده پایین ببینیم کرگیری ها بالاخره جواب میده یا چی از بالا رسو میپرونه جی دی ام یه تیم دیگه داره نزدیک میشه سی آی سی ها یه لحظه اومدن تو نیر بای خب حالا میره بالا بریم رو وایکینگ ببینیم میتونه بله یه کره گرفت و پولترش بریم ببینیم که کیلر رو بله کیلر هم میخوابه این وسط و تموم آمار بقیه بچه ها رو بگیریم از روی نیویژن جا به جا بشیم تیم آر بریم ببینیم که بقیه بچه ها در چه حالن یه سر به تیم آر بزنیم فعلا بچه ها رو سیف دارن حرکت میکنن
تیم دی. خب دبلی انتیا وینر مچه قبلی، باز دوباره پدن پدن سی جی و موتور انگاری که بوش میاد، فعلا دارن دوباره مپ تاپ میخورن. بریم ببینیم که بقیه بچه ها در چه حالن. آریتا فعلا چیز دشت نکردن. بکس پی اف، خب برای بچه ها دارن با سی جی تاب میخورن. از اون برن تیم اس، کیل مسیجی فعلا رد و بدل نمیشه، فعلا تیما هولد کردن. بریم بریم که بچه های بی سی ظاهرن تو فایت هم توی فار نزدیکشون. تیم لیله با سه نفر، دکتر استاپشون 5 تا زده تا اینجای کار، خیلی خوب کیل گرفته، در مجموع روی 6 تا وایسادن. خب خط رو دارن میگیرن، دکتر استاپ داره نزدیک میشه. از اون برم هلی بالا سر، خب دادن دو، دادن دو، از محوطه کامل پیچیدن. تیم ای رو داشته باشیم که فکر میکنم احتمال فایت داشته باشن. ای جیا نزدیکشون، فقط بنیه. تیم آی چطور اوزاش؟ فقط رضاشون مونده که اگه بخوره رفته لابی. ببینیم میتونه به پیچه دور و برش هم حسابی شلوغه. یه دونه سمندم انداخته دور و بر. خب بردو میزنه، میده دو، میده دو. دبلیو ان تی بازم تو درگیری ان دور و بر. بریم ببینیم بلو، آقا بلو برد میتونه کارو در بیاره یا چی. آرمان نزدیکتره، این وسط ونی کیلو میگیره، دی ام جی هم اون وسط تو فایتن. بله دارن کرگیری کرگیری. یه لانگ تر و تمیز، ببینیم بالاخره میخوره یا چی. فعلا خبری نیست، بریم از نزدیک فایتو داشته باشیم. برای بچه 4K هم فقط یه نفرشون مونده، کلن داده دو حسابی. یه سر به بقیه تیما بزنیم ببینیم که وضعیت چجوریه. رو آر ایت ها، بچه آر ایت، یه سر به بچه آر ایت بزنیم. دوربرشون بچه روگو دارن، خود رنجرشون روی ستا کیله. بچه ها موسی فعلا دشت نکرده چیزی رو. این وسط سه تا کیل زده، مجسی روش آتیشه، از این بر بک میده فینچر، دارن راش فینچر رو میدن، دارن راش فینچر رو میدن. ازاوی فینچر ببینیم اوزه چجوریه. سه تا مرد جنگی راشش رو دارن میدن، ببینیم میتونه نفر اول. خب خورد و کار این وسط جی جی شد. ببینیم که ای بی زده در چه حالا، 3-3. فراز تو کلنشون دوتا زده، بقیه بچه ها فعلا انگاری هلدن، خبری نیست از فایت. بچه های باس ظاهرن الان تو کیل مسیج دارن رد و بدل میشه اسمشون، تو درگیریان با بچه بی سی. دکتر حساب فعلا بازم روی 5 کیل مونده، آلفاشون بیشترین تعداد کیلو گرفته. بچه روگم اون وسط با دبلیو ان تی کیلاشون داره رد و بدل میشه. ونی هم همین الان یه کیل زد، ببینیم اینا بالاخره فایت رو میدن یا چی. بریم روی روگا، بریم روی روگا، روگا نزدیکن، بریم روی روگا. اینا ظاهرا نزدیکترن. جلوشون دی ام جی ها رو دارن کار، بچه های دی ام جی دارن نزدیک میشن.
ببینیم فینچر رو میگیره روش. بهادور دارم میده دو داره میده دو. بهادور خواب باید بخوابه دیگه، بالاخره خوابید بهادور. چقدر شغر بود. دکتر استاپو ببینیم چه تنها بازمانده کلنه. خودش بی سی، همه بچه ها مالیدن، شیشامین کیلش هم زد، بچه های باس توی فایتن. ببینیم چی کار میکنن با دی ام جی ها. چرگیری و آلفا پنجمی رو میزنه از با... بله بله بالاخره آلفا هم میفته. ببینیم تو اینا یوسف مونده با محمد. بده دو بده دو محمد. وای فقط دکتر حساب از این ور مونده، 7 کیل گرفته. ببینیم وضعیت بقیه تیما روی تقویم. WNT باس روگ و بچه CIC R8 فعلا تکمیلن. CIC باز بچه سولو هم همینطور. رو آرایتا بریم یه سر بهشون بزنیم ببینیم که با چی درگیرن. بچه سولو هم او ریوای بیارو. یا خدا یا خدا اینجا رو ببین چند تا شد همزمان اومد پایین. بچه های باس آتیش سنگین از هایگران روشونه. ببینیم در باسکنی میس اینجا شیل میپره لانگه میخوره یا چی؟ خب خونم تکپر رو خرفتش میکنن دیگه. محمد هم این وسط هولد کرده، کار عقلانی تیمیتش هم اگه بتونه بهش برسه که خیلی خوبه. بریم ببینیم که بقیه تیما در چه حالن. دی ام جی ها بریم کیلر مودریک 5 تا زده، خیلی خوب کیل گرفته توی تیم خودش. دکتر استاپو داشته باشیم بچه ها که تک و تنها 7 تا زده داره سیوش میکنه. بریم بچه دی ام جی با ای بی زده تو فایتن. گرفته رو دکتر استاپ، نمیتونه اینجوری بندازتش. میرن تو پوزیشن مپو ببینم تیم بچه سولو. بچه سولو سری بریم روشون. اوه 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 رو جی دی ام وایکینگ زدم به دبلی انتی ها. جی دی ام افتاده، بذار ببینیم که میتونه بلند کنه. واری کلا بات زد و خورد ونی این وسط. WNT ها رو داشته باشیم ببینیم که یه دونه تلفات دادن. ببینیم بازم میتونه آتیشو بریزه. بنی دیفند رو میزنه آتیش سنگین. بله جی دی ام کارو گر میاره. بلو مونده و ریوایوی از این برم آرمان هلبوی. دو نفر خشتک و سری باید هم بیاره آرمان. بلو هم همینطور. بله فقط آرمان موده. بده دو بعضا بده سه در جا جا کندن در رو که اوضاع خیلی خیته. آرمان خب فعلا هم نتونسته دش کن. وضعیت بچه سولو هم خیلی اوکیه. تیما دیگه تو این یه گل جا کارو باید در بیارم. ببینیم که بچه های باس. بله یوسف تکبر رو قشنگ خفت میکنه. یه نیت میاد تو خشتک دوربرشون. بچه ها راگ دارن از بالا تیش میریزن. بریم این پوزیشن رو ببینیم که خیلی بهتره تو فینچر. ببینیم میتونن کار رو در بیارن یا چی. اگه با هم دیگه آتیش بریزن آره کامل میتونن غافل گیر کنن. بچه باس و حالا یوسف افتاد. چرا انقدر بهادر عقب داره بازی میکنه معلوم نیست. خب حالا اومد جلو، حالا اومد جلو. از اون برم بی سی ها رو ببینی که بالا هم دکتر حساب. وای وای این تیکت چقدر شلوغه. لویجی رو کی گرفته؟
خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. بچه‌های سولو اون وسط دارن چرک. بریم ببینیم که بچه‌های روگو داشته باشیم. اینجا پوزیشن حرف اول میزنه بچه آر ایت. یه جا به جا بشین روشون. ماشالله ماشالله فینچر. یه سنپ تر و تمیز بچه های آر ایت هم داشته باشیم. ببینیم که دوربرشون خبری هست یا نه. کاملا دارن سیف بازی میکنن توی پوزیشن دیگن. سولو به فایت نزدیکترن. از این بر دبلیو انتی رو دارن کامل. اوه اوه جی دی ام میره تو صورت دبلیو ان تی. بچه هاشون هم میان. ببینیم چیکار میکنن. این فایت خیلی مهمه. ببینیم دبلیو ان تی بازم میتونه جی دی ام که هست ولی وایکینگشون ناکید داره کار در میاره. ببینیم میتونه او او جی دی ام هم خوابید این وسط. جی دی ام هم خوابید. وای 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 اوزا خیته اوزا خیته. وایکینگ فشار داد جدن. تحت فشار کار سولو تموم میشه این وسط. آخرین کیلم فکر میکنم از بچه های سولو خود بلو گرفت. بچه های دبلیو ان تی خیلی خوب دارن پوینت میگیرن. اگه وین این مچن بگیرن اوزاشون خیلی خوب میشه. این کامل یه پوینت خیلی تر و تمیز. کیلر تک و تنها از سیم خودش مونده. تیزت از این برم موسی. ببینیم خط کی رو گذاشته. بچه بی سی رو داره. اخ 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 اینجا رو ببینید. اینجا رو ببینید. مبارز مبارز. وای 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 متی مبارز رو زد. ببینید چی جوری دارن کارو در میارن بچه‌ها. آتیش این وسط تا هم میفته. باری کلا رنجر رو ببینیم درگیره با کیلر. وای 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 کیلر زد. داشته باشیم کیلر رو تنها عضو کلن خودشه. چقدر داره چقدر رو بد بدن. بالاخره چیپسی هم انداخت. لعنت بهت پسر. دکتر استاف هم این وسط تنها مونده. وضعیت رو ببینیم. دبلیو ان تی رو کاغذ تموم کرده. یعنی عملا مگر اینکه یه معجزه اتفاق بیفته بچه ها. مگر اینکه یه معجزه اتفاق بیفته رو کاغذ دبلیو ان تی بخوایم پیش دستی کنیم. بریم رو دست سویج. وای وای اون وسط کیلر هم برای اینکه چیل نده. ببینیم این وسط ماشالله دکتر حساب لاتی ونی رو شکار کرد. اوه مای گاد آرمان نذاش. باریکشالله باریکشالله عالی بودن بچه های دبلیو ان تی. دمشون گرم و مرسی. دو تا مچ قشنگ پشت سر هم کارو در آوردن و دمشون گرم و مرسی از تک تکتون بچه ها. خیلی عشقی دوستتون دارم و یه خواهش از این که تک تک بچه هایی که دارن زحمت میکشن و تمام بچه های پشت صحنه کار دلیه و خیلی 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 ازتون ممنون میشیم که لایک زیر صفحه رو بزنید که پیج پروموت بشه تا خستگی از تیم آقا رضا و تمام بچه های پشت صحنه در بیاد. دم تک تکتون گرم. دوستتون داریم. لایک و اسپم قلبی که اون پایینم هست فراموشتون نشه. خیلی مخلصیم. دمتونم گرم. من ریش و قیچی رو دیگه میدم دست آقا رضا. مخلص همگی و دمتون گرم. آقا خیلی مخلصیم. خیلی مخلصیم سلاتین. عجب نتایج عجیب غریبی داره امشب رقم میخوره. من واقعا خودم ریختم. بچه های پشت صحنه همه ریختن. پشمامون مونده. فقط پشمامون ریخته خودمون مونده. حالا یه چیزی به هر حال خیلی عجیب غریبه داستان. خیلی عجیب غریبه سلاتین. مچ سوم دیگه سرنوشت سازه دیگه. مشخص میکنه که
کد تنکی و تیمای اول تا سوم کیا میشن نتایجو بچه‌ها من تا شب چهارم یعنی دیشب واسهتون میخونم تا تیما جا به جاییشون رو انجام میدن. بدونید که داستان از چه قراره. تا شب چهارم نتیجه های کلی به این صورت شد. سلطین که بچه های کلن نتایج کو بچه های کلن پی اف با 107 کیلو 605 پوینت اول بودن، بچه های کلن بی سی با 99 کیل و 555 پوینت دوم بودن و اسکوت اصلی کلن سی آی سی با 81 کیلو 465 پوینت سوم، کلن سولو 73 کیلو 445 پوینت پنجم و دبلیو این تی 78 کیلو 420 پوینت ششم، که تا اینجای کار بچه های دبلیو این تی قشنگ میتونم بگم کار رو در آوردن و کشیدن اومدن بالا. اوه دودوی عزیز مرسی برای 5 یورو ستون دونیت، دم شما گرم، دم شما گرم ستونم، مرسی برای 5 یورو دونیت داداشم، دمت گرم. به 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 سلطین لطفا دورتون بگردم، من نمیدونم اینا از کجا میان به خدا به والله من نمیدونم اینا دارن چیکار میکنن این فورکیا. بریم برای تیما دیگه، اصلا یه سریشون گذاشتن جیبشون رفتن، یعنی دیگه امیدی به داستان ندارن. و مچ سوم بریم ببینیم که اوضاع از چه قرار خواهد شد. سلطین لطفاً لایک لایو رو بزنید، کلن از 1300 خورده نفری که وارد لایو شدید فقط 71 نفر لایک رو زدید. این نکته اول. نکته دوم سلطین، حضورتون باعث دلگرمی داخل لایو. اگر دارید لایو رو میبینید لذت میبرید، ترجیحاً اگر وی پی ان سرور آلمان دارید با وی پی ان سرور آلمان باشید، برای چنل ما خیلی بهتره. و لطفاً اگر امکانش هست واسهتون و به بچهای بالا وصلید و بدون وی پی ان حتما وی پی ان بزنید. تبلیغاتم پخش شد 30 ثانیه تا 1 دقیقه بیشتر نیست، اونو تا آخر ببینید. خیلی دمتون گرمه. بابا دودو داری چیکار میکنی؟ دودو مرسی برای 10 یوروی دیگت. دودو من عاشق دونیتای یورویی. مرسی ستونم، مرسی برای یه دونیتات. چقدر بده که سوپر چت پخش روی تاثیر نداره. من حتما ان شاءالله به زودی اوکی میکنم ولت و اینا رو که بچه‌ای که خارج از کشورم بتونن دونیت مستقیم بزنن و دونیتاشون روی استریم پخش بشه و فقط توی چت نباشه، من بخوام از طریق چت بخونم. دودو جان خیلی مخلصیم ستونم، دم شما گرمه داداشم، دم شما گرمه. آقا بریم مچ سوم از آخرین شب لیگ رو با هم دیگه ببینیم. دیگه مشخص میشه که اول تا سوم لیگ کدوم تیم خواهم بود. امشب هم با سرعت نتایج لیگ رو حساب کتاب میکنیم به خدمتتون میرسونیم. بچه تیم پی اف هستن دی ام جی دبلیو ان تی ای جی بی سی باس ای بی زد آر ایت سی آی سی دو تا اسکوادش کی او تی زد و سولو. خیلی از تیمایی که دیگه امیدی به رده بندی اول تا سوم نداشتن دیگه همین مچ آخر گذاشتن جیبشون رو رفتن. دیگه رقابت اصلیمون بین تیمای مدعی، همه تیمایی که داخل روم دارن پلی میدن به جز دو تا اسکواد، همشون امید به جایگاه اول تا سوم دارن. اصلا نتایج چیز عجیب غریبیه. من الان جدول رو دارم میبینم، نمیدونم خودم واقعا کی قراره جایگاه اول تا سوم بگیره. بیشتر این شانس رو بچهای پی اف در حال حاضر دارن. بازی از همه الان یعنی شروع شد. اسکواد سی آی سی با ای جی رفتن تو فایت. بذارید فایتشون رو ببینیم و از دست ندیم. ادوارد در ام جی اکسکیوز وای تی و بنی از بچهای کلن ای جی یه شکار ریز زدن از کلن سی آی سی. فلونی عزیزم مرسی برای 50 دونیت تو، سلامتی تیم داداشم، مرسی ستون، مرسی. اونور WNT و BC هم رفتن تو فایت. فایت اونور هم میتونه جذاب باشه. BC با WNT ببینیم چیکار میکنه داخل نیو ویژن. اوه بچه BC ناکی دادن دوتا هم WNT. یا خدا اینجا طبق روال همیشه فکر کنم چلو کباب دارن شام میدن. آقای محترم نرو سی جی گوجهی فرمون جوجهی و وردش پیچید به بازی. BC هم فقط یه نفر مونده. چه اتفاقی داره میفته کف مپ؟ خدا رو شکر اوتو ریوایو شب آخر رو نباید بیان پلاک جمع کنن. همچنان داخل نیو ویژن شلوغه. بچه دی ام جی و تی زد رو داریم. تی زد رو قشنگ یکی دو شب آخر خودشون رو کشیدن بالا. چهار تا کیلم تا اینجا کار زدن. علیرضاشون این بر ناک شد. ببینیم این سونیکس میره بالا سر کار یا نه. یه نینجا شات
مریض و نصف نیمه میزنه با کیلر از دی ام جی، از نمای دی ام جی هم میتونیم کار رو ادامه بدیم و دو به یک اومدن تو صورتش، باسنگش رو چاقیدن. بی سی لویجی از اسکواد بی سی فعلا گذاشته رو کولش و خلاف جهت قبله فایتا داره فرار میکنه. بچه دی ام جی هم داخل نیو ویژن پوینته که دارن برای خودشون جمع میکنن و سر ناکیشون کیلر رو میره آمپولش رو بزنه. هلبوی هم از بچه دبلیو ان تی، دبلیو ان تی هم شانس بالایی برای جایگاه اول تا سوم داره. فعلا پیچیده به بازی. اسکوت سی ای سی هم فکر کنم از اینجا پیچید دفاره، سه تاشون خوردن و سی ای سی هانتر بک داد. خود همراه عزیزم قربونت برم، مرسی برای حمایتت، مرسی برای 20000 تومان دونیتت عزیز دل. پی اف او هنوز فایتی ندارن و قسمت برفی مپم بچه به خاطر این تعداد تیما کمتر شده تو مچ آخر، قطعا فایت های آخر بازی خیلی جذاب خواهد بود. بچه کی او هم متاسفانه یکیشون اینجوری که بوش میاد تایم اوت خوردن. آیا ای اف قرار قهرمان لیگ بشه؟ آیا بی سی و آیا دبلیو ان تی؟ باید ببینیم کار به کجا میرسه. جذابیت لیگ به همین بود که تا شب آخر همه استرس داشتن، همه تیم‌ها شانس داشتن و دیگه این مچ آخره یه سری گذاشتن جیبشون دیگه. یه ذره مپ آرامش گرفته رو بچه‌های تیم جی که اسکواد کلن بی سی باشن. ریوایویاشون رضا، امیرنبی و مبارز داخل ساکورا اومدن. اطراف ساکورا هم یکی دوتا اسکواد نصف نیمه داریم و مریض اگه بیان اینجا یه فایت هم توی خلوتی میتونیم داشته باشیم. خیلی بده بچه، بچه که شرکت کنند بودیم بچه آخر رو نباید کار جی جی میکردیم. اتمی که عزیزم قربونت برم فدات شم، دورت بگم این که لذت بردید از لیگ و لایو واقعا خوشحالم. ایشالله مداومت داشته باشه و ادامه دار. لیگ خیلی سنگینه واقعا، هر ماه گذاشتن سخته ولی سعی میکنم هفته یه بار دو هفته یه بار تورنمنت های یه روزه دو روزه مخصوصا سولو و دابل رو مثل قدیم راه بندازیم و داشته باشیم. خب کم کم دارن میرن تو فاید. اسکواد بی سی و باس خوردن به هم دیگه از کلن باس. دکورست عزیزم یا همون کرست شما از اسکوادش جداه. باس آلفا و محمد، آی 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 محمد هم زدن، آلفا هم گذاشت جیبش پیچید به بازی، اصلا نذاشتن ما ببینیم چه خبره. همون اول کار کارو بستن. لویجی اینجا کفخواب کرده، جلو بندی زده کف زمین با سنگ رو به آسمون، احتمالا میخواد برونزه بکنه. بی سی آیرزا رو بچه های کلن کی او زدن. کی او اعصابشون امشب خیلی خورده، اسکوادشون متاسفانه تو مرحله فینال جابجایی زیاد داشتن و تیمشون عوض شد و مثل مرحله گروهی نتونستن اونجوری که باید و شاید نتیجه گیری بکنن. سلطین اصلا تیم دبلیو ان تی داره موتور بازی میکنه، پوینت منفی نداره، دورتون بگردم. چرا فکر میکنید هر چیزی که باب میلتون نباشه، چه شرکت کننده ها و چه ویورای عزیز، چرا فکر میکنید باید بند باشه یا امتیاز منفی باشه؟ امپراتور شکار شد. بچه بی سی خوب دارن تو همین خلوتی پوینت جمع میکنن. بی سی مبارز، امیر امبی و لویجی ستایی هستن. هم او مای گاد سولو جی دی ام، سولو هم واقعا این دو سه شب آخر عالی بودن. روزی جان مرسی برای دو یورو دونیت دیگه. داداشم چرا دونیتت نمیاد بالا مثل بقیه؟ برای اینکه بچه که داخل ایرانه دودو جان دارن از طریق ریالی و از طریق ریمیت برای ما دونیت میزنن و شما از طریق سوپرچت میزنین. سوپرچت هم افکت تصویری داخل لایو نداره و ولت رو واسه همین میگم. انشالله به زودی زود اوکی میکنم که دونیت های خارج از کشورمونم مثل بقیه پخش بشه داخل لایو. من بازم ازت تشکر میکنم ستون، دم شما گرمه، دم شما گرمه. سولا کی او دارک ام جی پی رو زدن. بی سی و سی آی سی، لویجی کجاست که با بچه های سی آی سی درگیره؟ اخ 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 از بغل ولبنگش میکنه کتریل از اسکواد امو حسنی سی آی سی. یا امامزاده بیژن، یا امامزاده بیژن، مرسی آرز عزیز، ستون گنگ، دمت گرم برای 100000 تومان دونیتت عزیز دل، مرسی. واقعا سطح و فشار لیگ خیلی بالا بوده بچه، یعنی خودتون جای پلیرهای داخل بازی بذارید با این همه تیم خوب، با این همه انگیزه برای وین شدن و دیده شدن و گرفتن جایزه و این داستان ها، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. ان شاءالله که بچه‌ها دیگه
امیدوارم بچه دیگه هم استریمرهای دیگه لیگا و لایو خفنی بزنن، خودم هم بیام توش پلی بدم. احسان که گذاشته جیبش سلطان، بقیه آرزو میکنم تا جایی که بتونم هم بچه که میخوان استریم شروع کنن بدون هیچ چشششی واقعا کمک میکنم بیام بالا. دودو جان مرسی مجدد برای 2 یورو دونیت دیگه ستونم، دم شما گرمه، دم شما گرمه عزیز دل، لطف داری ستونم. WNT و CIC نزدیک هم دیگن. آقا WKF رضا شاه مرسی ستون برای 22222 تومن دونیت، دم شما گرمه. اگه بچه های CIC WNT برن تو پای خیلی خوب میشه. بله Need for Speed در Call of Duty موبایل توسط بچه WNT، ولی اینجا اونجا نیست سلطان، بچه CIC FAJ معمولا بر میدارن. خب بله هانتر FAJ داره ستونم، بچه WNT مجبور میکنن پیاده بشن. بلوبرد با CG گوجه فرمون جوجهش تونسته بپیچه ونی و سویج، یه سنایپ خوب از CIC استرافیل به کمک استرسه تمزمان شات رو میچاقن تو با سنگ ونی، تیر خلیصیش هم با سرعت باید بزنن، همین کارم استرافیل میکنه. علی استرسد لیدر اسکواد اصلیه کلن CIC رو اینجا داریم، یه دونه کیل بیشتر نگرفته، خیلی تو این مچای امشب بدشانسی آوردن اسکواد CIC و فکر میکنم جایگاه سوم تا اینجای کار از دست دادن، مگر اینکه مچه آخر فایت آخر امتیازه خوبی بگیرن و جایگاه اول تا سوم داشته باشن که به کمک تعداد کیل و پوینت جایگاه بتونن دوباره بیان جزء رده‌بندی اول تا سوم. سولو و باس هم اونور یه شیطنتایی دارن میکنن رو هم دیگه، دارن آتیش میریزن و کیل رد و بدل میکنن، روشون باشیم. خیلی دیگه مچه آخر بچه بیش از اندازه دارن تیپ میکنن، پوری کله اینجا سولو وایکینگ یه کیل ارزشمند با کلت و حفظ تیمش همچنان داخل لیگ. یا مامزاده بیژن BC و باز امشب دست از سر هم دیگه نمیخوام بردارن، بازم BC، بازم باز و باز هم داخل ساکورا. این بار دیگه بچه BC کلان باز رو میفرستن لابی. PF هم 3 تا کیل تا اینجا کار زدن، مچ قبلی اول بازی فکر میکنم با 1-2 تا کیل رفتن لابی و یه احساس خطری قطعا توی تیمشون ایجاد شده، همه چی کشیده به مچ آخر رو. اینجا دیگه سرنوشت تیمای اول تا سوم مشخص میشه که چه خبره. یا خدا حمید رضا سلطان دونیتورای جهان، مرسی ستون گنگ، مرسی حمید رضا جون، مرسی برای 500,000 تومان دونیتت. بابا چیکار دارید میکنید امشب با من؟ دیگه دیدید فایت ها کمه شروع کردید دونیت، مرسی بچه کلان PLC عالی بودن تو لیگ، عالی بودن تو لیگ، ماشاءالله بهتون. او لیبای چه هدشاتی زد از BC ها، یا خدا چه هدشات بابا، بیخیال بچه ها. بچه ها ریلکس ریلکس ریلکسر سلطین ریلکسر. سپه جان مرسی دورت بگرم برای 20,000 تومن دونات ستونم، دم شما گرمه. PFO AVZ و BC و هر کلنی که سر راشون دارن میبینن و میچاقن. BC آیرزا تازه ریوایف شده، DMG و CIC هم از روی کیل مسیجه داریم میبینیم که اونور درگیرن، آره تو EG هم همینطور، فعلا روی BC و PF هستیم. PF سمت راستش بچه های BC و دست چپش بچه های AVZ رو داره، رو بچه های آره بریم سریع تا آره هم امتیازی خیلی خوبی دارن و میتونن امید به جایگاه اول تا سوم داشته باشن. تا اینجا کار 4 تا کیل بیشتر نزدن و CSMK فکر میکنم لیدر کلن R8 باشه در حال ازا. آقای سجاد بلوبر تو لایف ایم داداش داده بیداد نکن دوه. گرفتاری شده من دست جوون جاله جوی اینام. ABZ فقط یه نفر مونده، 30 ثانیه بعد کارو سیف کنه. این 0-21 از کلن ABZ، اسم کلنشون یه کلن اسم خیلی قشنگی داشت، فکر میکنم اهورا مزدا بود اگه اشتباه نکنم تا جایی که خاطرم بچه کلن ABZ، ولی یادم یه اسم خیلی قشنگ و بامنی و داستاندار بود. حمید رضا ستونم مرسی دورت بگرم، مرسی باش. آقا رضا آریو برزن بوده، آریو برزن ببخشید باری کلمه دار. اوه DMG چرا DMG ها خسته اینقدر با فاصله با هم نگه دارن فایت میدن. DMG مدریک چاپرش هم که به چخ سگ رفت و تا خشک دود و آتیش ازش داره میزنه بیرون.
یه رضا آروم صحبت کن، سجاد نفهم بقیه کجا. سجاد بلوبرد اگه واقعا انقدر آدمی بود که دو بودی باشه ما الان اینجا مشکلی نداشتیم. سلطان یه بود که هیچی، نیم بودش هم به زور داره هندل میکنه. ستون بچه دی ام جی کلن فکر کنم امشب اومدن با کولت خوب حداقل نایف نمیکنن سلاتینو. بریم رو دبلیو ان تی. دبلیو ان تی بازم با سی جی گوجایش اومد بالا سر کرگیری، ولی خب خودشون طبق روال همیشه کرگیر شدن. لعنت به اون کسی که اولین بار این استراتژی شخماتیک رو نشونه. بچه دبلیو چی کار دارید بکنید بچه دبلیو ان تی؟ فایت اند ریسینگ نیست سلاتین، بستن فوریوز نیست، نید فور اسپید هم نیست. حتی دوتا از بچه دبلیو ان تی به چخ سگ رفتن. اومده برای کاور، اومده برای کاور، آمپول هلبویو میزنه. آقا ریبوکس مرسی، آقا قلبید، مرسی برای دونیتتون، مرسی که با حضورتون تو لایو دلگرمی میده، با دونیتتون انرژی رو میبرید رو سطح 1000 2000 100000 اون حرفا و صحبت ها. خیلی مخلصیم ریوکسیون، دم شما گرم، سوتونم. آقا من خیلی نورانیم، من اصلا با این قضیه مشکل دارم، من نباید اینقدر علامه کشم، علامه کشم نور زیاده همچنین سو کنم، موام جل زدم. WNT بونی با سی آی سی علیوف از اسکواد امو حسنی. سی آی سی علیوف چی کار داره میکنه با خودش؟ برای اولین بار تو زندگیش دیفندر رو به موقع استفاده کرد، کلا دیفند پلیری که انگار اصلا تو تیم تو این کلاس وجود نداره. باریکشالا علیوف هم تیمیاش باید برسونم. دبلیو ان تی فرستادن لوبی، او مای پش، او مای پش. اسکواد امو حسنی امشب اصلاش خیلی خورده. دبلیو ان تی بردن لوبی و منتظر ریزالت جدول باید باشم. بچه دبلیو ان تی از اینجا به بعد کار چی گفتم؟ جملات قصار جواد خیابانی تو رو من دوره نفوذ کرده تو من. باریکلا بچه اسکواد امو حسنی سی آی سی، یه نرم خاصی رو توی فایتشون داشتن بچه پی اف و سی آی سی تو فایتن. سی آی سی نوب هدشات شده توسط پدرام کی پی، این بازیکن وزه. همیشه گفتم بازم میگم لقب این پدرام پیر خرابات کاستوماس، یعنی واقعا میتونم بگم پیر خرابات کاستوماس، پلیری که واقعا تو همه گیم و پرو پلیر وزست کلن این بشر. دوتا از بچه سی ای سی رو زدن، سی ای سی فعلا بک میدن، ولکن داستان نیستن. میگم الان ساعت 5:50 صبح، به مولا ولت نمیکنم ستون. ما الان امتیاز میخواییم، اولیمون تضمین بشه. علیرضا 6 تا کیل زده، پدرام 3 تا، لیوای یه دونه و بهنود هم یه دونه. بچه بی سی نزدیک، به بچه فایتی قرار ببینیم. بچه تخمه ها رو بذارید کنار، 100% حواستون رو به این فایت بی سی و پی اف جلب میکنم. اولین شکار پدرام، دومیشون هم لیوای، بهنود مونده و علیرضا. علیرضا چی ها مونده از اسکواد؟ وای 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 پی اف بهنود با اسنوورد خلاف جهت قبله داره میبینی چه خبره اینجا لبه خط سیف زون. سی آی سی ها رو هم اینجا داریم. بی سی قشنگ یه نونه بربری، آه این حواس کشید روی بچه های پی اف، یه کره درست حسابی. همین لحظه بچه پی اف مجددن ریوایف شدن، بی سی ها ناکی دادن، بچه آریتن اومدن بالا سرشون، همه اسکواده دیگه اینجا جمعشون جمع و 26 نفری که موندن باید شل کنن لذت ببرن، یا باید صف کنن کیل بگیرن یا شل کنن لذت ببرن. آره دو نفر مونده رو بچه یه سی آی سی باشیم. پی اف لیوای رو سی آی سی نوب با کلت اینجا ناک کرده، زیر پاش هانتر و اسرافیل. استرس دادن مجددن کیل شده و بعید میدونم دیگه، بعید که دیگه قطعا دیگه ریوایوی نداریم. تیما هر کدوم با هر تعدادی باشن با همون تعداد باید کارو تموم بکنن. بی سی چهارتاشون کامله، پی اف دو نفرن، بهنودشون هم دمیج بیرون سیفتون رو قطعا به احتمال قریب به یقین زونگیر میشه و پدرام تنهایی باید کار ببره جلو. سی آی سی با بچه های بی سی همه شون کل دستشون رو، واقعا کاری از دستشون بر نمیاد. بی سی یه امتیاز درست حسابی جمع کرد و فکر میکنم جدول بچه یه تکون درست و حسابی و اساسی بخور. اصلا واقعا من خودم به قول بچه کانفیوز شدم، گیج شدم بچه، واقعا چیه این لیگ، چی شد اصلا؟ شب آخر سولو خوب داره می نوازه، سولو هم خیلی خوب داره کیل میگیره.
پیف بهنود و مظلوم گیر آوردن تک و تنها. بهنود قیچی که هیچ، گنگ بنگ شد اینجا. بی سی مباره، سه تا بی سی داریم، یه دونه پی اف، دوتا آریت، یه دونه سی ای سی. اسکودم از امو حسنی سی ای سی هم کامل و آخرین تیم. چهار تا پلیر سیبیلی به سیبیل از بچه کلن سولو. رسول جان امتیاز ستون هم توی سرور دیسکورد قسمت ریزارت لیگ میذاریم، هم استوری میکنیم میگی داداشم، نتیجه کلی که قطعا براتون پست میکنیم. اینم از اون حرفای عجیب غریب بود. بچه ها ادمین های عزیز لطفا راجع به دونیت زدن حمید دادا شغلش چیه، کارش چیه، یا مسائل شخصی سوالی میپرسن کلن پیامو ریمو بدین. سلطین دمتون گم، چیکار دارید با بقیه آخه شما؟ من متوجه نمیشم واقعا. مقول حاج محمد سر در نمیارم، سر در نمیارم. سی ای سی هانتر کف خواب کرده، آماده سولار با سنگ به سمت آسمون و جلو بندی کف زمین. آی 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 سولو از سمت راستش اومدن یه تیر زدن توی قلبگاهش. قلبگاه الان زخمیه. اوه اوه یا حسین کلن کیتی، مرسی بچه کلن کیتی، مرسی برای 100,000 تومن دونتتون ستون ها. دمتون گرمه، دمتون گرمه، ممنونم ازتون. امیدوارم که یه تکون درست و حسابی بچه یه کلن ها به خودشون بدن، اسکودا رو آماده کنم آماده لیگ بعدی باشم. بچه ایشالله اگه حرف پیش نزنیم قراره با یه اسپانسر خیلی خفن صحبت کنیم، و البته دو تا الان همزمان اسپانسر داریم که قول دادن نصف و نیمه تا ببینیم به کجا میرسه که لیگا رو ثابت هر ماه داشته باشیم با جایزه های خیلی خیلی خفن تر از این 10 میلیون. واقعا این همه بچه ها تلاش میکنن توی لیگ و کاسکوما، حرفشون خیلی بیشتر از این جایزه هاست. نگاه نکنید سلطین میگن ما میریم تورنمنت خارج 200، همهشون اکثرشون دروغ میگن، همهشون میرن توره 10 دلاری 20 دلاری. بچهای ایران خیلی باید توره خفن تر از این شرکت بکنن. آی 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 سی ای سی هانتر همچنان اینجا خواب. بچهای اسکواد امو حسنی سی ای سی اینجا پرپر شدن، البته که سولو هم سه تاشون رو زدن و فقط سولو بات مونده. ببینیم کرو میزنه یا سولو بات. یه دونه بی سی داریم، یه دونه سی ای سی اسکواد مینو داریم، یه دونه اسکواد امو حسنی که با سولو بات اینجا درگیر و چهارمین کیل خودشو باری کلا. سه نفر موندن، یه دونه سی آی سی، یه دونه بی سی، یه دونه سولو. هانتر کیلو داره میدانه یا نه؟ باری کلا هانتر. حالا بی سی و سی آی سی مچ آخر کدوم وین میکنن؟ هانتر باید سریع ریکاوری کنه، بی سی اومد بالا سرش کرش رو بگیره. هانتر و بی سی آیرزا خوب دمیج شده، خوب دمیج شده و تموم تموم تموم. باری کلا به بچه کلن بی سی، باری کلا به بچه کلن بی سی. مچ آخر رو به نام خودشون تموم میکنن و به عنوان تیم اول آخرین مچ این لیگ کلن بی سیه که وینو مال خودش میکنه با این تعداد آماری که دارید میبینید. یه نگاه به آمار بندازین. بی سی 15 تا کیل، سی آی سی 7 تا، سولو 17 تا، 18 تا. بچه کلن سی آی سی تیم امو حسنی چه اعصابشون بچه امو حسنی خورد بوده امشب. آریتا پنجم، مجموعاً کلن 6 تا کیل زن و پی اف هم با این آمار که می‌بینید 11 تا کیل، رتبه ششم رو به خودش اختصاص داد. امتیازها رو ما بریم بشینیم حساب کنیم ببینیم که رتبه اول تا سوم لیگ رو کیا برای خودشون کردن. سلام تیمو بیدارم لذت آج محمد کافر به هم ریخت. آقا شاکریم سلام تیم، شاکریم. عالی بودن، آج عالی بودن، واقعا لذت بردیم. ته کار رو نگاه کن، ته کار رو نت داره. آره غم‌انگیز بوده، ما سریع تا کار از غم‌انگیز سر نشده کار رو به من دارم یه دنیا من وای وای کنم. آقا خیلی مخلصم، امیدوارم لذت برده باشید. لایک کار بکوبید سراتین، لایک کار خیلی مهمه. خیلی مخلصیم من یا علی بدرو. بچه ها خیلی مخلصیم، امیدوارم از لیگ لذت برده باشید. نتایج رو فردا واسه تون بچه ها پست یا استوری میکنم، یه پست خیلی خفن فردا داریم. پیج اینستاگرام و شورت یوتیوب از دست ندید، یعنی پشماتون کز میخوره. ببینید آقا مرتضی هم هستن تو کادرو با کربلا 5 6 درجه فرقشه. خیلی گرم، فرقی نداره، خیلی گرم. سلطین مخلصیم آقا، شب هم میگی بخیر، خدا نگهدار، خدا نگهدار.